سلام، نوروزتون مبارک. امیدوارم 99 براتون سالی پر از خوبی و خوشی و موفقیت باشه. میدونم اولش خیلی خوب پیش نرفت، اما امیدوارم در ادامه برای هممون بهتر بشه. من مبارکه هستم و این هم یه اپیزود دیگه از مجموعه ویدیوهای آموزش پرو کرییت با مبارکه است. اگه توی یوتیوب و آپارات دارین تماشا میکنین، حتما سابسکرایب کنین تا اپیزودهای بعدی رو از دست ندین. و اگه توی اینستاگرام دارین تماشا میکنین، حتما سیف کنین و یا فالو کنین تا بتونید همچنان باز هم اپیزودهای دیگر رو ببینید. و توی هر پلتفرمی که دارید میبینیدش، حتما سوالاتون رو برام کامنت بذارید. حالا بریم ادامه آموزش رو ببینیم. خب بریم سراغ آموزشمون. برای این کار اول از همه کنواس جدید باز میکنیم به سایز اسکرین سایزمون و تصمیم من اینه که امروز با هم دیگه یه تصویرسازی کوچیک انجام بدیم تا حین کار بتونم یه سری چیزها رو براتون توضیح بدم. اول از همه یه براش اسکچ برمیدارم و یه اسکچ کوچیک میکشم. این طرح اولیه‌ایه که میخوام کار کنم. اگه احساس کردید کارتون کمی بزرگتر شده از حدی که میخواستید، میتونید با ابزار ترانسفورم سایزش رو کم و زیاد کنید یا بچرخونید، روتیتش کنید و یا جاش رو عوض کنید. از این ابزار میتونین استفاده کنین برای اینکه با دست آزاد بتونین سلکت کنین یه بخشی از کار رو و هر تغییراتی که دلتون بخواد روش ایجاد کنین. یه نکته رو توجه کنید، اگه زمانی خواستید کاری رو انجام بدید و پشیمون شدید، خطی کشیدید یا تغییری انجام دادید و پشیمون شدید، میخواید آندو کنید یا ریدو کنید، میتونید از این گزینه، از این دوتا فلش استفاده کنید و یا میتونید از انگشت هاتون استفاده کنید. دوتا انگشت همزمان که بزنید برمیگرده به عقب و سه تا انگشت که بزنید تمام تغییراتتون برمیگرده به آخرین تغییری که انجام دادید، یعنی دوتا آندو میشه و سه تا ریدو میشه. یه نکته دیگه هم این که اگه نگه دارید، یعنی دوبار اگه انگشتانتون رو حالت آندو بذارید و نگهش دارید، تمام سریعا برمیگرده به اولین خطهایی که کشیدید یا تغییرات اولیه‌ای که داشتید. الان به طور مثال میتونید با هم ببینید. حتی زمانی که شما دست بر ندارید، انگشتانتون رو بر ندارید، همچنان ادامه پیدا میکنه و اگر سه انگشت بزنید
خب حالا میخواییم ادامه کارمون رو رنگی اجرا کنیم. این طرح اولیه‌مون بود که کشیدیمش. حالا میخوام برای اجرا کردنش این طرح اولیه‌ام رو نگه میدارم، یه لایه دیگه ای ایجاد میکنم و اون لایه‌ام رو میارم پایین، زیر لایه اولم میذارم. این تیک وقتی تیکش رو برمیدارید، لایه‌ای که دارید مخفی میشه و اگر تیک باشه که لایه‌تون دیده میشه. بعد من الان میخوام رنگ هام رو بذارم. این لایه هم اپاسیتی این کارم رو، طرح اولی هم رو میارم پایین به خاطر اینکه تسلط داشته باشم روی کارم و اینکه بتونم وقتی رنگ میذارم ببینم دقیقا داره چه اتفاقی میافته. یکی از دوستان یه سوالی از من پرسیده بود و اون این بود که آیا پرکریت براش هاش لرزشگیر داره؟ چیزی که شما با عنوان لرزشگیر میشناسیدش توی این آپشن ها به اسم استریم لاین اومده. زمانی که براش رو باز میکنیم میریم توی تنظیمات براش و اینجا حالت استریم لاین رو اگر تو کمترین حالتش باشه لرزش کمتری رو میگیره و اگر رو حالت مکس یا ماکسیمومش باشه خط صافتر، خطوط صافتری رو شما میتونید بکشید. مثلا برای مثال همینجا اگه بکشیم میبینید، ولی اگه روی ماکسیموم بذارم خطم صافتر میشه. یه نکته دیگه ای رو هم که باید بدونید اینه که پرکریت یه حالتی رو گذاشته برای کسایی که مثلا میخوان دایره بکشن یا بیزی یا مربع شکلی یا شیپی رو بخوان بکشن و اون شکل و شیپشون کاملا دایره نمیشه یا کاملا مربع نمیشه. حالت عادی من اگه بخوام بکشم ممکنه این دایره هم دایره نشه. توی ورژن های اخیرش یه حالت کویک شیپ گذاشته به این صورته که من شکل رو میکشم، چند لحظه صبر میکنم و شکل من به این صورت در میاد. یه گزینه ادیت شیپ اینجا فعال میشه براتون که به این صورته که شما هر جوری که دلتون بخواد میتونید این شکل رو تغییر بدید. میخواید دایره باشه یا میخواید مثلا آزادانه حالا بیزیش کنید، هر کاریش بکنید، میتونید تغییراتتون رو ایجاد کنید. این گزینه ها حتی برای در مورد مربع یا چند ضلعی ها هم فعال میشه و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب حالا دیگه میرم سراغ کشیدنش. از اونجایی که انتهای گلدون یا لیوان یا هر چیزی که استوانه یه، انتهاش هم تقریبا با همین زاویه‌ای که لبش هست برابری میکنه، من همین رو کپی میگیرم و میارم پایین. اگه بخواید خیلی دقیق باشید میتونید از دراوینگ گاید ها یا همون گرید ها استفاده کنید.
که دقیقاً یک جا باشن. به این صورت دوتا لایه رو میتونیم یکی کنیم. اگر این شکل شما حالت بسته ای داشته باشه فرمتون، اگر رنگ رو از اینجا با قلمتون بگیرید و اینجا رها کنید رنگ میگیره. البته من فعلا نمیخوام رنگ بذارم تا بعد.
من همیشه عادت دارم که از کاری که میخوام انجام بدم یه کپی بگیرم همیشه، برای اینکه احتمالش هست همیشه بخوام تغییر بدم نظرم عوض شه. به خاطر همین تقریبا از هر کاری یه کپی اضافه تر دارم تا جایی که لایه هم اجازه بده، ولی خب شما هر طوری که مایلید میتونید کار کنید. من الان نیاز دارم که این لبه پشتی لیوانم رو اینجا پاک کنم. اول از همه طرح اولیه‌مون رو پاک میکنیم که کل کارمون رو بتونیم ببینیم، و بعدش من نیاز به این دارم که این لبه های پشتی لیوان رو پاک کنم. در نتیجه من میام این لایه برگ ها و ساقه ها رو سلکت میکنم و بعد به لایه لیوانم میرم و لایه رو پاک میکنم. فقط جاهایی که خود این ساقه ها هست پاک میشه خوشبختانه. البته حواستون باید باشه که این لایه بیرونیش رو پاک نکنید اشتباها. از سلک درش میاریم. خب نوبت به اینه که یه مقداری روش سایه ها میتونید جزئیات اضافه کنید، میتونید این کار رو نکنید، هر جور که خودتون مایلید. اما من یک مقداری میرم که سایه بهش اضافه کنم و ببینیم به کجا میرسه. این طرح اصلا چیزی نیستش که من از قبل مد نظر داشته باشمش، همینطوری دارم کار میکنم چون بهاره و اینکه چیزیه که همین الان به ذهنم رسیده. برای شروع، برای اینکه اگه بخواید میتونید تمام این لایه های سایه و این حرفا رو توی یک لایه جداگانه برای خودتون کار بکنید و میتونید هم کلا فقط یک لایه داشته باشید. برای این کار من لایه‌ام رو از حالت نرمال در میارم و از این گزینه استفاده میکنم. رنگم رو کمی خاکستری میگیرم. خب نکته ای که مهمه اینه که حواستون باشه اگه کلی میخواید سایه بزنید خب مشکلی نیستش، ولی اگه لایه هاتون جداگانه است میتونید مثل من فقط لایه های مثلا ساقه ها و برگ ها رو انتخاب کنید و فقط همون بخش رو سایه بزنید. یه مطلب دیگه این که شما میتونید اسم لایه هاتون رو هم تغییر بدید برای اینکه یادتون بمونه کدوم لایه برای کجاست.
خب حالا میرسیم به سایه گذاری گلبرگ ها. البته خیلی نیاز نداره به خاطر اینکه همون زمانی که داشتم کار میکردم روشون رنگ هاشون رو هم جدا گرفتم که دیده بشن کامل، ولی خب هنوز یک مقداری نیاز به سایه گذاری دارن، مثل جاهایی که مثلا تازه زیر کاسبرگ ها بوده. کمی فرم گلبرگ ها رو نشون بده. طور که میدونید شیشه ها کمی رفلکت نور دارن و کمی نور و سایه باید باش بازی کنید تا بتونید بافت شیشه رو در بیارید. من حالا خیلی نمیخوام روش وقت بذارم، خیلی طولانی میشه و فقط سعی میکنم که یک مقداری بافتش رو در بیارم.
باید این رو در مورد اجسام شیشه‌ای بدونیم که چیزی به اسم شکست نور وجود داره و به این صورته که کمی اجسام حرکت میکنن روی لبه ها و باید این رو هم در نظر بگیریم. من یک مقداری آیپدم فشار داره میاد بهش، چون هم باتریش کمه و همین که مدت زمان خیلی طولانی یه روشن گذاشتم دارم باش کار میکنم، به خاطر همینه که کمی داغ کرده و یکی در میون میگیره. فقط یه سوال دیگه ای بود که یکی از دوستان از من پرسیدن که چطور حالت مولتی تاسکینگ رو فعال کنیم و اگه میخوایم مثلا یه تصویری رو ببینیم و از روی اون بخوایم بکشیم چطور میتونیم این کار رو بکنیم که عکس رو کنار پروکریتمون داشته باشیم. شما میتونید حالت مولتی تاسکینگ رو فعال کنید. برای مولتی تاسکینگ اینطوریه که دستتون رو به آرومی کمی بالا میکشید، نه خیلی زیاد، و از حالا جایی که دوست دارید باز کنید. میتونید فوتو باشه، میتونید دراپ باکستون باشه، میتونید فایلتون باشه. من از فایل باز میکنم. میتونید فایلتون رو بکشید و با دستتون به اینجا بیارید. میتونید اینجا کمی تغییر سایز بدید که چه مقداری از فضای پرکریت رو ببینید و چه مقدار از فضای عکسی که قرار بیارید رو ببینید. و اوه، من اینترنتم رو قطع کردم، اجازه بدید. خب حالا مثلا عکسم رو باز میکنم و از اینجا میتونم نگاه کنم و این طرف کار کنم. و برای بستنش هم به راحتی میتونید بکشید و ببندیدش. فقط باید دقت کنید، حواستون باشه اگه بخواید بازش کنید، زمانی که میگم انگشتتون رو به آرومی، اگه شما خیلی سریع بازش کنید پرکریتتون بسته میشه. پس باید دقت کنید که به آرومی بازش کنید، به سمتی که میخواید میکشیدش و عکس رو باز میکنید. خب آموزش امروزمون امیدوارم براتون مفید باشه و اینکه توی این آموزش امروز ما یاد گرفتیم چطور کویک شیپ بسازیم، چطور از دراوینگ گاید ها استفاده کنیم، چطور لایه بسازیم، چطور مرجشون کنیم و اینکه چطور میتونیم با براش هامون خط صاف بکشیم و یا حالت آزادانه بیشتری بتونیم باهاش کار بکنیم و اینکه
اگه سوالی دارید همچنان حتما از من بپرسید و برام کامنت بذارید. خب این از آموزش امروزمون، امیدوارم لذت برده باشین. فالو و سابسکرایب یادتون نره. تا اپیزود بعدی، فعلا.